ایام عید بود. خیلی بانمک جونم. جایی هم نگفته باشم اینو فکر نکنم. چون من همه برنامه رو نه جدید نداده. حالا شاید یه جا گفتیم. آره. ایام عید بود از طرف AFC گفتن که باید پرسپولیس یه بازی جام در جام باشگاه آسیا بازی کن. ما هم نمیتونیم بگیم. اگه مثلا از هیئت فوتبال خودمون میگفتن علی آقا میگفت باره بابا حالا برش کو عید تموم شو بعدن. دیگه اونا رو نمیتونید شما قصر در. گفتیم باشه علی آقا بچا دوشنبه بیاید تپه. ما هم نه ما زمین داشتیم نه اینا. بله. اینا اونوری میدویدن ما اینوری. به والله میگم ما زمین نداشتیم. خلاصه یه دو سه دقیقه گذشت و همه جمع شدیم و علی آقا یو من صدا کرد. خب مرتضی بیا اینجا. گفتم جونم باشه علی. گفت یه آدم محترمی از امریکا اومده. امروز میخواد بیاد شما رو تمرین. میشه مثل علی آقا صحبت کنیم یه سی کارو. عین خود ناراحت میشن بابا. نه بابا علی آقا ممکنش هم هستم. نه بابا. نه با جنبم بابا. دوست داره. مرتضی آقا گفتم جونم داشت علی. گفت یه نفر از امریکا اومده. جون مادره. جون بچه‌ت اینو اذیت نکن. آدم حسابیه. ما داشت علی کاری نداریم. برو با اون رحیم و بهروز و ضیا و اینا هم بگونن که شر بودن. گفتم باشه داشت. بعد اونم گفتم رحیم یکی داره میاد. آره. حواست باشه. آره حواست باشه دفعه اول آخرش باشه چون ما مربی فقط. ای بابا. آره. حالا علی آقا هم نشنید دیگه ما چی گفتیم. اتحاد و همدلی و هماهنگی 14 تا قهرمانی واسه ما بود خانم جودکی. آفرین. این آقایی که این بغل شما بغل من نشسته با شما 5 تا دربی مقابل هم بازی کردیم. نمیگم خوشبختانه بدبختانه ما هیچ بردی و مقابل آقا مهدی نداشتیم. نه ما تیممون خوب بود. آقا مهدی ستاره بودن. خلاصه دیدیم آره یکی داره از اون ته داره میاد با کلاس. آره نه زیادم با کلاس نبود اومدن. یه دونه این کوله ها تازه انداخته رو دوشش اینا که تازه مد شده بودن این کوله پشتو داره میاد و اینا گفتم داشت علی کدوم گفت بابا الان صبر کن با اونا مرتضی داره میاد جون مادرت خدا بیامرز زحمتتون الان دوست نشته باشه حاجی ما رو خیلی دوست داشت پدرم گفت جون حاج محمد اذیت نکن یا چون میدونست فقط من شرم اینو کی گفت علی آقا پردم داشت علی تاون مثل علی آقا بگین دیگه به همه هم سپردم مرتضی شلوغ نمیکن یا گفتم چش داشت علی تاون اومد و همه رو معرفی کرد دید من یه خود شر و شورم گفت پسر گفتم 28 سالم بود مال 33 4 سال پیشه گفت پشت سر من بود و هر حرکتی من کردم آره انجام بده خوب. با صوت صدا و حرکت خوب. گفتم بریم استاد اول میگفتیم استاد 5 دقیقه اول حالا بریم بالا چی کنم 5 دقیقه اول فقط آره استاد برو بیا دنبال من اینم همینجوری داشت میدوید بگو یک من میگفتم یک همه پشت سر من این قطار بود همه میگفتن یک بعد گفت حالا اینو برو دستو میدم ما همینجوری که داشتیم میدویدیم من پاش انجام میدیم نه جونه تو یه 20 آخریشو بلند میشم آخریشو بلند میشم دیگه رسیدیم اون بالای تپه دیگه علی آقا خودش پایین بود دیگه همینجوری که میگفت حالا 17 سر رو به چرخون چشم بچه هم همه اینجوری این قطار پشت سر آخرش یه پیچید رفت تو یه دونه از این علفزارا میگم بوده بود چی بود رفت اون تو همینجوری که داشت میدوید گفت بگو نمیدونم دشمن که گفتیم آقا جون فلان اینا بعد آخرش برگشت گفت اوه منم گفتم اوه اوه باشین آخرش انجام بده ای با نمیذاره میتی آره بودو بودو همینجور که داشت میدوید یهو رفت اون بوتا گفت اوه منم گفتم اوه همه زیاینا هم خوش بودن انجلی مایل همه گفتن اوه بعد گفت بابا این تمرین نیست پام تیغ رفته به بچه ها بگو این هم اینو گفت خلاصه این گذشت و آره نه تموم نشد بخواهی ما رو بندازیم نبون دا خلاصه اومدیم و صبح سوار هواپیما بشیم که بریم فکر کنم بحرین بود اومد و خب مرتضی خوب بود گفتم داشت علی خیلی احترام بهش گذاشتیم بنده خدا حالا آخر سر میگم اسمش چی بود داشت علی خوب بود بد نبود آقا صبح با ما اومد و خیلی با کلاس کت شلوار ما هم همه با گرمکن بودیم میگم آره بهره میخواستیم بریم منامه اومدیم سوار هواپیما شدیم خیلی با المحرق بودیم آره احترام متقابل بود بینمون خب مسافرهای عادی هم بودن دیگه نشستیم و مثل الان هم این فضای مجازی نبود آقا بودو ما عکس بندازیم فقط امضا میگرفتن این هوادارهای عزیزمون همه جور که نشسته بودیم تو هواپیما دیدیم 4-5 تا بالش از این ور هی میره اون ور ای بابا تو مسافر بری آدم عادی هم بود یه علی آقا گفت مامو چیه؟
کیه داره این متکار میندازه؟ میدونست بچه های ما هم دیگه بیشتر خوردیم، خدا حفظش کنیم. ماهه و علی آقا همون با کلاس هست داره آره خب بالش داره پرت میکنه. خب زکینم که خودمونه، خودمونه میدونی یعنی چی دیگه. آره یعنی کلوچله. آره بگیم چی بود؟ دست بزنید. آره کماس، آره کماس، استاد کماس.